أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که عامل برتری هر انسانی است و عامل تشخیص حق از باطل است. تقوایی که اگر در زندگیمان داشته باشیم از همه خطرها و ضررها ما را حفاظت میکند، از همه درها عبور می‌دهد و به باب و سرمنزل سعادت می‌رساند. لذا مأموریم تقوا را حفظ کنیم و با تقوا خودمون را از هر ضرر و زیان محافظت کنیم. در خطبه اول بحث کوتاهی را درباره مردم و حقوق مشترک انسانها عرض میکنم. در خطبه دوم مناسبت زیاد است، علاوه بر مسائل اجتماعی در سال 95 هجری قمری به روایت در 12 محرم شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام و السلام است و در سال 61 در همین روز، یعنی روز 12 محرم که پشت سر گذاشتیم، روز ورود کاروان اسرا به شهر کوفه، مخصوصا به دارالاماره و قصر عبیدالله زیاد است. انشاءالله در خطبه دوم در کنار مسائل که درباره عزاداری در کشورمان انجام شد و بایدهایی را که باید در آینده ها توجه کنیم پیرامون حضور آل الله و اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا نقش روشنگرانه زین العابدین و زینب کبری سلام الله علیها در این برنامه عرایزی را تقدیم میکنم. یکی از
موضوعات مهم در قرآن عظیم الشان مسئله مردم است. جزء بیشترین کلماتی که خداوند در قرآن مطرح کرده کلمه ناس است، یعنی مردم. در هر فرصتی و در هر آیه‌ای که خداوند بحث مردم مطرح می کند و جنبه‌های حقوقی و به جنبه‌های اصلاحی و عزت و پیشرفت مردم می پردازد، در آیه 44 سوره مبارکه یونس می فرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند ذره به مردم ظلم نمی کند، در حالی که می دانیم بخش عظیم از مشکلات جامعه ظلم است، بی‌عدالتی است، تضییع حقوق است، نادیده گرفتن است، از محیط کوچک خانواده حساب کنیم تا ولایت و کشور و قاره و سطح دنیا، در حالی که خدا می فرماید خدا به کسی به اندازه ذره ظلم نمی کند، ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودشان به خودشان و بر علیه خودشان ظلم می کنند. به همین دلیل است که باید قرآن را با هدف به گوش مردم رسان و راه‌های مبارزه با ظلم و تعدی که نتیجه اش عدالت است، امنیت است، رفاه است، اینها را باید به مردم در هر شرایط فهمان و به اون نتیجه‌ای که برای زندگی انسان خداوند در نظر گرفته و انبیای الهی الگو هستند به اون نتیجه برسیم. مثلا یکی از مشکلات جامعه در طول تاریخ کشتن بناحق انسان هاست. در هر مقطعی از تاریخ شما ببینید این جریان ادامه داشته و یکی از نگرانی های جامعه بشری است. نه امروز، از قرنها قبل بوده و اگر مردم اون چرا که قرآن بررسی کرده و مطرح کرده به او تسلیم نشون و پذیرا نشون، این جریان ادامه داره. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ما بر بنی اسرائیل واجب کردیم، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کسی بدون این که کسی را کشته باشد، حالا یک وقت کسی قاتل است، قاتل باید کشته شود، یا یک ظلمی بزرگ کرده که شهر را، جامعه را به نابودی کشانده، فساد فی الارض و جنایت انجام داده، اگر کسی قاتل نیست و فساد در زمین نکرده کشته شود، خدا می فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا همه مردم کشتن. اون انسانی که بیگناهی را می کشد اگر دستش برسد همه انسان ها را می کشد. در ادامه می فرماید و من احیاها، اگر کسی انسان را زنده کند، یک انسان زنده کند، فکأنما احیا الناس جمیعا، همه مردم زنده کرده. خب شما می دانین کسی مرده ای را نمیتواند زنده کند، اگر کسی از دنیا رفت به هر دلیلی،
با تصادف، با مرض، با تیر، با اسلحه سرد گرم دیگه قابل زنده کردن نیست. اینجا که خدا می فرماید اگر یک نفر را زنده کردی گویا همه مردم را زنده کردی، یعنی یک انسان را به راه درست و هدایت رساندی، یک انسان را به حقوقش رساندی، یک انسان را از زیر یوغ و چکمه ظلم رهانیدی، گویا همه انسانها را به این سرمنزل مقصود رساندی. چرا؟ چون انسانی که برای هدایت یک نفر تلاش میکند، این انسان اگر شرایط برایش فراهم شود، برای آسایش و آرامش و پیشرفت همه انسانها تلاش میکند. این فرمول قرآن است. خداوند 124,000 پیغمبر فرستاد، همه اینها با برنامه آمدند، با وسیله های بیداری آمدند، منتها به تناسب زمان و وضعیتی که در محیط بعثتشان ایجاب میکرد خودشان مجهز کردند. گاهی با ید و بیضا آمدند، گاهی با شتر و ناقه آمدند، ناقه حضرت صالح، یک زمانی هم با الواح تورات و انجیل آمدند و در زمان رسول الله با آیات قرآن عظیم الشان و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمفسدون. اما کسانی که انبیا را قبول نکردند در زمین فساد کردند، زمین را تخریب کردند. فقط به این نکته بپردازم و بیشتر از این فرصت نیست. حقوق ها متفاوت است، حقوق استاد به مراتب حقوق بالا و ارزشمند است، حقوق پدر و مادر حقوق ویژه است. کسی حق ندارد به پدر مادر بگوید اوف. حقوق همسر، شریک زندگی بسیار ارزشمند است. در روایات داریم پیامبر فرمود زن را جز انسان لئیم و ضعیف و بی ارزش تحقیر نمی کند. حقوق حاکم، حاکم عادل، حقوق رعیت، اطفال، همه بخش ها حقوق های متفاوت دارند. اما بعضی از بخش های حقوقی است که این مشترک بین همه مردم است و الا کشور آباد نمی شود و الا محیط امن نمی شود، رفاه به وجود نمی آید. بعضی از حقوق ها هستند که تفاوت بین اقشار نیست. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از ابی اسحاق همدانی نقل می کند در اون دوره‌ای که علی علیه السلام در 4 سال و 9 ماه و چند روزی که هم خلافت ظاهری را یعنی حکومت را در اختیار داشتن و امامت که مقام ویژه حضرت هست، دو زن آمدن از آقا مطالبه مساعدت کردن. امرأتین اتتا علیان، دو تا زن آمدن محضر امیر المؤمنین، احداهما من العرب، یکی از این دو زن از عرب ها بود و در واقع خودش را برتر می دانست، و الاخرى من الموالی، دیگری عجم بود در عراق زندگی می کرد
نسل در واقع مهاجر بود. فسألتا از آقا امیرالمومنین مطالبه کردند از رب به اندازه‌ای که به اون زن عرب مساعدت کرد به این زن غیر عرب و موالی هم به همون اندازه مساعدت کرد. فدفع الیهما دراهم و طعاما بالسواء، به هر دو یک برابر کمک کرد. فقالت احداهما، یکی از این دو زن این گونه شروع کرد و در واقع استدلال کردن، اینی امرأتم من العرب، من زن از عرب هستم، و هازهی من العجم، ای زن زن عجمیست، پس حقوق من بیشتر و امتیاز من بالاتر است. سخن علی علیه السلام ببینین، فقال، اون نکته مهمش اینجاست، حضرت فرمود اینی والله به خدا قسم لا اجد لبنی اسرائیل فی هذا الفی فضلا علی بنی اسحاق، من در این فی، در این حقوق مشترک، در این بیت المال به خدا قسم برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نمی بینم. بعضی حقوق حقوق مشترک است، این حقوق مشترک اگر رعایت نشود اشتباه است که کسی فکر بکند کشور آباد می شود، کشور پیشرفت می کند، جامعه ترقی می کند. نه، برای پیشرفت یک جامعه، امنیت یک جامعه، رشد اقتصادی فرهنگی در همه ابعاد رشد کردن، لازمش این است که حقوق مشترک رعایت شود. لذا فرمودن ثلاثه و اشیا، سه چیز است، یحتاج الناس ترن الیها، همه مردم باید از اینا بهره مند باشند. تاریخ حکومت ها را بخوانین، امروز حاکمیت های دنیا را نظاره کنین و بر اساس یک عقلانیت و درایت و جامعه شناسی برنامه ریزی کنیم. اون سه چیز چیست؟ الامن، امنیت، باید همه افراد جامعه، آهاد جامعه، مناطق و مراکزی که مردم زندگی میکنن از امنیت بهرمند باشن. عدالت، عدالت باید برای همه باشد. والخس، رفاه، رفاه باید در اختیار همه باشد. اگر این حقوق رعایت نشود یقین داشته باشیم با پول زیاد، با اراضی زیاد، با امکانات زیاد کشور آباد نمی شود. اساس آبادی کشور و خانواده در کنار تولید بالا، مدیریت کلان، عدالت و امنیت و رفاه همگانی است. و انبیای الهی آمده بودند در این مقوله کار کنند، اما همیشه هر رشدی مانع دارد. در مقابل موسی فرعونی قرار گرفت، در مقابل پیامبر کفار و جهال مشرکین قرار گرفت، در مقابل سید الشهدا که رسالت و وراثت همه انبیا را عهده‌دار بود، یک جرثومه از فساد و تباهی و تعصب و تنگ نظری با عنوان یزید و اندیشه های یزیدی قرار گرفت. ما برای پیشرفت، ترقی، تعالی و امنیت و آرامش و آبادانی نیازمند به فهم قرآن و نیازمند
و درس گرفتن از صفحات قیام همیشه زنده و سربلند و جهانی ابا عبدالله هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. علی علیه السلام فرمود مردم هوشیار باشین، علا فسونوها، تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا حفظ کنید و تسونو بها. نماز جمعه هم جایگاه خطیر و بزرگی و ارزشمندی دارد و بر اساس قانون منطقی هر چیزی که ارزش بیشتر دارد مسئولیت بیشتر و سنگینتری را هم دارد. هر جایگاه با عظمت قطعا رسالت و وظیفه و مسئولیت ارزشمندی را دارد. اون چرا که لازم است و قابل فهم و درک است برای اصلاح جامعه باید در نماز جمعه با مردم مطرح شود و به گفتگو و به تفهیم و تبیین پرداخته شود. یکی از موضوعاتی که هم حرف روز است و هم از موضوعات که باعث بیداری و هوشیاری جامعه می شود، الحمدلله ما امسال مراسم محرم را سپری کردیم با ویژگی ها و با فراز و فرود هایی که شاهدش بودیم. نکات مثبت و فراوانی امسال در تجلیل از عاشورا به چشم خورد. انسان‌های روشنبین و متفکر و بیدار که در حقیقت کوههای استوار حفظ حرکت فکری و تربیتی جامعه هستم. المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مثل کوه استوار هست. در این صحنه به دقت نگاه کردن در سطح جهان، اگر دقت کردین امسال موج سوم حرکت ابی عبدالله، موج عزاداری، موج قیام، موج اول، موج شهادت، موج دوم بود.
موج سوم که عزاداری بود و هست و ادامه دارد تا اون که عالم را برای حضور آخرین یادگار این خانواده آماده کند، این حرکت در سطح جهان بسیار رشد سره و چشمگیر داشت. جلساتی که امسال در کشورهای اسلامی که در گذشته به این پیمانه نبود برگزار شد بی سابقه بود. جلسات میلیونی در کشور ترکیه، جلسات میلیونی در مصر، جلسات فوق تصور در کشورهای غیر اسلامی با حاکمیت غیر مسلمان ها، کربلا و عاشورا تبدیل شده به یک گفتمان مشترک، گفتمان بصیرت، گفتمان عدالت خواهی و حق خواهی، و این یکی از مسلمات است. چرا؟ چون خدایی که حق است وعده داده، کان حقا علینا نصر المؤمنین، یاری مؤمنان وظیفه ماست. در کشور ما هم با شرایطی که به وجود آمد، یعنی حاکمیت امارت اسلامی، الحق والانصاف، جلسات محرم بسیار به شکوه، به هدفمندی و به نظم و عزت و حرمت بالای برگزار شد. این را باید با دقت تحلیل کنیم. اگر در یک نقطه‌ای به دلایلی که همه شما عزیزان می‌دانید کشور ما گرفتار است، جلسه‌ای برگزار نشد، نه این که عزاداری نشد، عزاداری شد، بهترم شد، منظمترم شد، مفیدترم شد، اما شکلش فرق کرد، اونم در بعض جاها. البته ما الانم عرض میکنیم و یقینا همین گونه خواهد بود، یعنی برداشت من همین است. این حرکت بصیرت و بیداری و عزتخواهی و عدالتخواهی یقینا توسعه پیدا میکنه، فضاها را باز میکنه. امسال امنیت جلسات گرفته شد و در خیلی از شهرها علاوه بر عزادارانی که دوستداران اهل بیت همیشه پرچمدار سنگر اول بودن و این افتخار همیشه نصیبشان بود و انشاءالله توفیقاتشان روز افزون، اما الحمدلله ما شاهد مجالس درباره امام حسین علیه السلام، خواندن روایات پیامبر، کلمات پیامبر توسط موظفین حکومت و امارت اسلامی بودیم، روایات زیادی در مراکز مختلف توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر خوانده شد و اینها ارزش دارد، اینها باید زودتر گفته می شد و سالها قبل. انتظار ما این است که در این مقوله همفکری و محوریت اهل بیت بیشتر مورد توجه و دقت قرار بگیره. علی کل حال با همه فراز و فرود و توطئه هایی را که دشمنان اسلام داشتن، ما شاهد یک عاشورا و محرم باشکو بودیم. من مجلس را در هیلمن مشاهده کردم که انسان به سختی میتوانست بپذیرد این مجلس در افغانستان است. دیروز در جوار حضرت یحیی علیه السلام، تنها امام زاده‌ای که با اسناد
اثبات شده فرزند حضرت زید نواسه زین العابدین علیه السلام جلسه بود شاهد حضور عزاداران از دورترین نقاط ولایت سرپل و سایر ولایات بودیم و همینطور حضور رسانه ها در گزارش دادن از عاشورا حضور قابل حرمت و قابل تشکر بود از همه عزاداران، از همه کسانی که در امنیت مجالس عاشورایی شرکت کردن تشکر میکنم. دیروز مجلس هم اندیشی عاشوراییان با عالمان دین مذهب حنفی و اهل سنت و دوستداران و پیروان حضرات معصومین، برادران تشیع، مخصوصا جامعه قرآنی برگزار شد و همه اینها یک صدا گفتند ما برای رسیدن به یک وحدت کامل، همون وحدتی که خدا در قرآن فرموده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نیازمندیم محافل هم اندیشی در ارتباط با حرکت و قیام ابی عبدالله بیش از پیش داشته باشیم. خب من خیلی در این مقوله وقت عزیزان نگیرم، بیشتر در ارتباط با این ایام، یعنی ایام اسارت اهل بیت مطالب را عرض بکنم. عرض تسلیت دارم هم به مناسبت این ایام آغاز و در واقع دوران اسارت خاندان سید الشهدا و خاندان رسول الله، مخصوصا شهادت حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام در سال 95، یعنی نزدیک 35 سال بعد از شهادت پدرش، که آثار و در واقع برنامه های اون تراژدی و اون مصیبت سنگینی را که در تاریخ بشر نمونه ندارد او را لحظه به لحظه زنده نگه داشت. مطالب را عرض کنم. میدانین بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام سرها را از بدنها جدا کردن، سر آقای امام حسین روز عاشورا توسط عوامل ابن سعد به کوفه ارسال شد، فرستاده شد، اما شب چون دارالاماره اداره حکومتی تعطیل بود در خانه خولی برده شد و اون شب تاریخ قضایای عجیبی را نقل میکند که زن خولی راوی روایت است، آمد اون صحنه را دید و صدای ناله زهرای مرضیه و زنان را که همراه بی بی آمده بودن شنید. اینها را عرض نمی کنم. روز 12 در سال 61 اسرا را که در ظاهر اسیر بودن و در واقع امیر و مدیر فکر جامعه بودن، اینها را وارد کوفه کردن. خب سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها را شما شنیده ایم که نتوانستن بی بی را ساکت کنن. ابن زیاد دستور داد برای که زینب را ساکت کنن نیزدار با سر ابی عبدالله جلوی محمل زینب بیاید. اینها را شنیده ایم. من سخنرانی زین العابدین علیه السلام را در کوفه برای عزیزان ترجمه کنم. ثم ان زین العابدین، وقتی بی بی را با اون طرفن ساکت کردن، آقا اومع الناس به مردم اشاره کرد، انسکتو، مردم آرام باشین، فسکتو. با اشاره زین العابدین، شهری که برای در واقع تجلیل از پیروزی کاذب دشمنان عدالت و امنیت و مردم با 10,000 نیروی نظامی حفاظت می شد،
با اشاره امام ساجد سجاد علیه السلام همه ساکت شدند. فقام قائما، استاده شد. فحمد الله و اثنا علی، خدا را حمد و ستایش کرد. و ذکر النبی، از پیامبر نام برد. به ما هو اهلو، ثم صلا علی، و پیامبر درود فرستاد. شرایط بسیار بحرانی است، همه دشمنم. حضرت فرمود ایو الناس، مردم، من عرفنی فقد عرفنی، هر کس مرا میشناسه. ای غیر از خطبه شام است، ای خطبه کوفه است. فرمود هر کس مرا میشناسه که میشناسه، و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی، من خودم را معرفی کنم. انا علی ابن الحسین، من علی فرزند حسینم. علی ابن ابی طالب، حسینی که فرزند علی ابن ابی طالب است. در اولین مرحله حضرت شروع کرد مصائب را مطرح کردن. انا ابن من انتهکت حرمته، من فرزند کسی هستم که احترامش شکسته شد. و سلبت نعمتو، نعمتش ازش ربوده شد. و انتهب مالو، اموالش را غارت کردن، خیمه ها را آتش نزدن، اموال را به یغما نبردن. و سبی ایالو، خانوادهش اسیر شد. خدا همه شما عزاداران را اجر بی پایان عنایت کند. این عزاداری وظیفه است. شروع کرد به این شکل عزاداری کردن. انا ابن المذبوح بشط الفرات، من پسر کسی هستم که در کنار شریعه فرات سر از بدنش جدا شد. من غیر زهل ولا تراس، بدون ولا تراب، بدون این که کسی خونخواهی از او داشته باشد. یعنی پدر من قاتل نبود، کسی را بناحق نکشته بود. من آیات قرآن را خوندم، یک انسان زمان مستحق کشتن است که قاتل باشد. حضرت فرمود پدر من در کنار شریعه فرات کشتن، هیچ جرم نداشت. من غیر زهل ولا تراد، انا ابن من قتل صبرا، من پسر کسی هستم که بدنش قطع قطع کردن. قتل صبر یعنی یک عضو را اول ببرن، بعد عضو دیگری، بعد عضو دیگری. و کفا بذالک فخرا، فرمود امین افتخار برای ما کافی است. ایو الناس فانشدکم، مردم، من این مطلب را به گوش شما میرسانم. هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، آیا شما مردم کوفه به پدرم نامه ننوشتین؟ و خدعتمو، فریب ندادین. و اعتیتموه من انفسکم العهد والمیثاق والبیعه، شما بیعت نکردین، تعهد ندادین. و قاتلتموها، قاتلتمو پدرم را به کشتن دادین. فتبن لما قدمتم لانفسکم، وای بر شما، نفرین بر شما با این پرونده سیاهی که برای خودتان درست کردین. همینطوری که آقا سخن اثر دارد، دقت کنین. هدفم از خواندن این خطابه و این جملات نورانی این است. قال الراوی، متاسفانه جامعه اسلامی در قبال عاشورا باید بیشتر از اینها احساس مسئولیت کند. خطبه کوتاه حضرت چنان اثر گذاشت، راوی میگوید فرتفعت الاصوات، صدای گریه ها بلند شد. من کل ناحیه، از هر نقطه ای. و یقول بعضهم لبعض، مردم میگفتن به هم دیگه، فریاد میزدن. رحم الله، فقال رحم الله امرأ قبل نصیحتی، حضرت وقتی صدای ناله های اینها را شنید فرمود خدا رحمت کند
کسانی را که سخن دلسوزانه مرا شنیدن و حفظ وصیتی فی الله و فی رسوله. حضرت فرمود اونهایی که سخن مرا شنیدن من برای اونها راهنمایی میکنم چگونه از این تاریکی و از این جهل نجات پیدا کنن. اما دشمن قسم خورده تشکیلات اموی نمیتوانن سخنرانی ها را تحمل کنن. امروز هم عده‌ای نادان در مقابل مجالس و نظورات و برنامه های عاشورا شبهات را وارد میکنن. من به همه مردم، به همه مسلمان ها، به همه انسان های خردمند عرض میکنم اینها در مقابل خدا هستند، در مقابل قرآنن، در مقابل پیغمبرن. حضرت فرمود فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آیا الگوی همه ما و شما پیغمبر نیست؟ فقالوا بأجمعهم، همه گفتند نحنو کلنا یبن رسول الله سامعون مطیعون حافظون. اگر از آدرس پیغمبر حرف میزنی همه ما گوشیم، همه ما آماده ایم. حضرت شروع کرد به صحبت کردن اما دشمن نمیتواند این صحنه را تحمل کند، اجازه نداد. حضرت را مجبور کرد سخنرانی را قطع کند و وارد دارالاماره کرد، یعنی اون محلی که حکومت در اونجا مستقر بود. دیگه فرصت نیست، فقط چند فراز عرض کنم، هم عشق بریزین و هم مدیریت حضرت را ببینین. ثم ان ابن زیاد جلس فی القصر، در شهر شکست خورد، در کوچه ها، در سرگاه ها، در محیط باز شکست خورد. هم سخنرانی زینب، هم خطابه آتشین و آهنین و روشنگر زین العابدین علیه السلام. رفت درون قصر، قدرت ها وقتی از بیداری مردم میترسن در مراکز توطئه و تاریک اندیشی پناه می آورن. مردم دستور داد بیاین در قصر، همه رفتن در قصر. ثم جیء برأس الحسین، یک وقت دستور داد سر ابا عبدالله علیه السلام آوردن، جلویش گذاشت. ثم جیء برأس الحسین فوضع بین یدی، سر آقا را اول برد جلویش گذاشت، بعد دستور داد و ادخل نساء الحسین، گفت خانواده امام حسین داخل کن. اهل بیت اسیر صحنه کوفه را فتح کردند، سنگرداری کردند. حالا باید درون کاخ و قصر دارالاماره را مدیریت کنند. و ادخل نساء الحسین و سبیان و بچه های خردسال را وارد کردند. زین العابدین علیه السلام وارد کردند. فجلست زینب بنت علی متنکره، زینب بدون این که کسی او را بشناسد وارد مجلس شد. فسأل عنها، سوال کرد ابن زیاد ملعون این زن کیست. فقیل زینب بنت علی، گفتم این زینب دختر علی است. اینجا نقش زینب را ببینید. فاقبل الیها این نانجیب، این شکست خورده منطق و بصیرت و هدفمندی اسرا و رهبر این کاروان زین العابدین. و زینب سلام الله علیها وقت شکست خورد رو کرد به زینب، شروع کرد به فریبکاری. الحمدلله از خدا نام میبرد، الذی فزهکم، خدایی که شما را رسوا کرد. به زینب گفت و اکذب احدثتکم، دروغهای شما را روشن کرد. زینب شروع کرد به درخشیدن، فقالت انما یفتزه الفاسق
انسان بیدین مفتزه است و یکذب الفاجر انسان گناهکار دروغ میگوید و هو غیرنا ما نیستیم. ابن زیاد حالا در منطق زینب نمیتواند خودش را خلاص کند. به تعبیر همگانی عرض کنم داره یاوه میگوید، مزخرف میگوید، فقال ابن زیاد، ابن زیاد گفت کیف رأیت صنع الله بأخی، دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ امروز هم بعضی ها همه این ماجرا را به گردن خدا می اندازن. یعنی شهادت امام حسین به کار خدا می دانیست. ابن زیاد فکر مردم را تخریب می کرد. فقالت بیبی فرمود ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد من جز زیبایی چیزی ندیدم. هؤلاء قوم کتب علیهم القتال، اینها گروهی بودند که شهادت را خداوند نصیبشان کرد. فبرزوا الی مزاجعهم، اینها به خوابگاه ها و محل شهادت آمدند، اما قاتل شما هستید، جنایتکار شما هستید. و سیجمع الله بینک و بینهم، فردای قیامت خدا تو و اینها را در صحرای محشر جمع میکند. فتحاجو و تخاصم، با هم مهاجه و مخاصمه خواهید کرد. فنظر لمن یکن الفلج، ببین پیروزی مال کیست. حبلت که امک یبن مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند فرزند اون زن معروف. اینجا وقتی رسید نتوانست ادامه بدهد ابن زیاد. فقال الراوی فغضب ابن زیاد و کأنه هم بها، ابن زیاد کم آورد، تصمیم گرفت زینب را به شهادت برساند. اما مردان آزادی خواه در همه جا حضور دارند. یک کسی بود به نام عمر ابن حریث در جلسه ماجرا و صحنه را تماشا میکرد و ابن زیاد گفت ابن زیاد در مقابل یک زن، اونم زن اسیر، قرار داری. در مقابل منطقش نمیتوانی دوام بیاری، دستور کشتن میدی. بعد ابن زیاد جمله ضعیفتری را به زبان آورد. فقال له ابن زیاد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين، گفت قلب من با کشته شدن حسین برادر سرکش تو شفا پیدا کرد. والعصاب المرد من اهل بيتك، اون سرکشان و یاغیان از خانواده تو. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها فرمود لعمری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی، ابن زیاد تو درخت تنومن اسلام را بریدی و شاخه های میوه آور اونها را قطع کردی. و اشتسست اصلی، تو به خانواده من رحم نکردی. اگر قلب تو با شهادت حسین و عزیزان پیغمبر شفا پیدا کرده باشد، این شفا نصیب تو. باز هم ابن زیاد کم آورد، گفت اگر این گونه مرتب سخن میگویی پدرت این گونه سخن میگفت. زینب سخنرانی علی را در کوفه و در حضور ابن زیاد به نمایش گذاشت. مجبور شد زینب رها کند، رو کرد به حضرت سجاد. ثم التفت الى علی ابن الحسین، یک نگاهی کرد به زین العابدین، کی هستی؟ گفت من علی فرزند حسینم. باز هم داره تحریف میکنه، گفت یک علی در کربلا خدا کشت، منظورش علی اکبر علیه السلام بود. زین العابدین فرمود او برادرم علی اکبر بود، خدا او را نکشت، یک عده ای او را به شهادت رساندن. درسته لحظه جان دادن همه ای انسان ها را، روحش فرشته ها
و ملائکه های مخصوص ملک الموت میگیره. الله یتوفل انفسهین موت ها. این آیه را حضرت خان، اما قاتل شما ها بودین. ابن زیاد انتظار داشت زین العابدین تسلیم شود. گفت الک جرأت لجوابی، تو اسیر جرأت داری در مقابل من حرف بزنی؟ حضرت فرمود چرا جرأت نداشته باشم؟ اینجا بود که ابن زیاد دستور داد قاتل بیا سر از بدن این جوان جدا کن. فسمعت بها زینب، تا زینب این جمله را شنید صدا زد فرزند زیاد، اگر قرار است یادگار برادرم را به شهادت برسانی، اول مرا به شهادت برسان. فقط یک جمله عرض بکنم، نتوانست در مقابل زینب و در مقابل زین العابدین کار انجام بدهد. باز هم از حربه مخصوص انسانهای شکست خورده استفاده کرد، چوب دستی به دست داشت. یا صاحب الزمان اجرک الله آقا جان، این چوب دستی را برداشت، سر مبارک ابی عبدالله جلبش بود، با چوب و لبها و دندانهای ابی عبدالله میزد در حضور زینب، در حضور زین العابدین، در حضور اطفال اسیر. هرچی میتوانست به این لب و دندان جسارت کرد. یکی از اصحاب پیامبر در مجلس بود به نام زید ابن ارقم، صدا زد ابن زیاد چوب از لبهای حسین بردار. اینها را باید خوان، اینها را باید در رسانه ها پخش کرد، در نمازهای جمعه به مسلمان ها اینها را برسانید. صدا زد این صحابی پیغمبر، اینی رأیت رسول الله، من خودم با چشمم پیغمبر دیدم، لبهایش را در همین نقطه‌ای که تو میزنی قرار میداد و میبوسید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی روزه میخواند صدا میزند جد غریبم، سرد روی نیزه رفت، خانوادت اسیر شد. در شهرها و بیابانها گردانده شد، ایدی مغلوله، دستهاشون به گردنشان بسته بود. فویل للعصات الفساق، وای بر آن گناهکاران فاسق، لقد قتلوا بقتلك الاسلام، با شهادت تو اونها اسلام را کشتن، و عطلوا الصلاه و الصيام، نماز و روزه را رها کردند، و نقضوا السنن و الاحکام، سنت ها و احکام الهی را شکستن، و هدموا قواعد الايمان، ستونهای دین و ایمان را منهدم کردند. شهادت حسین، اسارت آل الله به هدف نابودی کشتن ابی عبدالله و اسارت اهل بیت به هدف نابودی بود، اما چیز دیگری را اسرا مدیریت کردند: بقای اسلام، بیداری مسلمین، بیداری انسانها، هوشیاری و هدفمندی انسانیت در گرو شناخت مکتب حسین است. خدایا همه بشریت را توفیق فهم و درک این حقیقت عنایت بفرما. جامعه اسلامی را بیش از پیش در قبال عاشورا و عزای سید الشهدا احساس مسئولیت عنایت فرما. از همه عزیزان، از همه خدمتگزاران، از کسانی که برای نشر و معرفی و پخش این برنامه های عزت و بصیرت و سعادت در هر صحنه تلاش کردن، با نظورات، با سخنرانی، با مقاله، با پخش مجالس و سخنرانی ها، کارهای رسانه‌ای، اونهایی که کارهای امنیتی کردن، اونهایی که حمایت های همه جانبه کردن، از همه به احسن وجه قبول فرما.
فرج آخرین یادگارشان امام زمان معجل فرما، ما را بیش از پیش قدردان این نعمت بزرگ قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.